الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد برادران وهمشيره المحترم إنك ويديوي دوم درس چهارم حقوق ميراث که در سمسترهای هشتم پانزده حقوق تدریس میگردد خدمتتان پیشکش میشود. اگر باید داشته باشید در ویدیوی گذشته برایتان وضاحت دادم که اصناف ذوی الارحام چهار است. یکی کسانی که به متوفا نسبت داده میشوند، ببینید دختر با متوفا نسبت داده میشه، اولادشم با اولاد دخترم با متوفا نسبت داده میشه، مانند اولاد دختران و اولاد دختران پسر. یعنی به اصطلاح نواسه ها، نواسه ها خود متوجه بوده باشین که چه قسم نواسه ها. یکی خود اولاد دختران بوده باشه، اولاد چی؟ اولاد دختران بوده باشه. و دیگه اولاد دختران پسر بوده باشه. اولاد چی باشه؟ دختران پسر. اینش خود چی هست؟ اینش خود نواسه هست. این یکش کواسه میگن. چی میگن؟ خود دختران در ذوی الفروض میبه، اولاد آنها در ذوی الارحام. همچنان دختران پسر در ذوی الفروض میبه، اولادشان در ذوی الارحام. صنف دوم گفتن که گفتیم کسانی که متوفا به آنها نسبت داده می شود، پدر کلان ها که متوفا به پدر کلان نسبت داده می شود، مادر کلان نسبت داده می شود، پدر کلان ها و مادر کلان هایی که از میراث ساقط باشند. صنف سوم کسانی که به پدر متوفا نسبت داده می شود، اولاد چیست؟ خواهران. چرا خواهر خود به متوفا نسبت داده نمی شود، به پدرش نسبت داده می شود، اولاد آنها همچنان. و دختران برادران غیر مادری، اولاد برادران مادری، اولاد برادران مادری بلومون که دختر باشن یا پسر، اولاد خواهران بلومون که دختر باشن یا پسر. تنها در برادران غیر مادری و دخترانشان است. چرا پسران از اینا در جمله عصبات می آیا؟ پسران برادران غیر مادری در عصبات می آیا، دختران از اینا در ذوی الارحام می آیا. چهارم کسانی که با پدر کلان و مادر کلان متوفا نسبت داده می شوند. ببینید موضوع کاکا، ماما، اما اینا هم اگه کسایی است که اینا با پدر کلان نسبت می آمد. این دو چهار سن به طور چیست؟ به طور مجمل. اگر بخواییم که اصناف یعنی سنفای ذوی الارحام به طور مفصل بشناسیم، وزانه یازده سنفن. اول ببینید اولاد دختران و اولاد دختران پسر، اولاد دختران و اولاد دختران پسر، اولاد خواهران عموما، اولاد خواهران عموما، یعنی برابر است که به اصطلاح خواهر سکه باشه یا ناسکه، یعنی عینی باشه یا پدری بوده باشه یا مادری. اولاد اینها بالعموم، با اولاد هم برابر است که پسر باشه یا دختر. سوم دختران برادران غیر مادری و دختران پسر آنها. برادران غیر مادری خود برادری غیر مادری گرد عصبات است، دختران عزیز در ذوی الفروض است. همچنان پسر برادر که است در عصبات است و دختر پسر برادر در چه در ذوی الارحام است. ذوی الارحام می بخشن دختران برادر من، ذوی الارحام ما و شما در سنفاز ذوی الارحام است. چهار اولاد برادران مادری، برادران مادری همینه شد، برادران مادری یعنی خواهران مادری در اینجا داخل شد، بلومون گفتیم در اینجا خواهران مادری در اینجا را. برادرانش ماند که در اینجا آمد که دختر باشن یا پسر بوده باشن، اولاد از اینا بلوم در چه داخل میشن؟ به ذوی الارحام میآیند. پنج
کاکای مادری متوفا و کاکای مادری پدر و پدر کلانش. کاکای مادری چی معنی متوجه بوده باشین؟ یعنی برادر مادری پدر متوفا. یعنی تو فکر کنید که زید مرده، فهمیده شد؟ زید مرده، عمر برادر مادری بکر است، یعنی برادر بکر از یک مادر است، پدرشون جدا و بکر پدر زید است. متوجه هستید؟ بکر پدر زید و عمر برادر مادری بکر است. حالا وقت زید نمیره پدرش خود است، اون همو عمر که برادر مادری شد، برادر من، او با جمعی چی میگه؟ کاکای مادری متوفا. وقتی کاکای مادری خود متوفا را دانستین، با دیگه کاکای مادری پدر و پدر کلانش هم مشکل نیست دیگه. یعنی کاکای پدرش کسی که برای پدرش کاکا میشه، یعنی کسی که برادر مادری پدر کلانش بوده باشه، او برای پدرش چی میشه؟ کاکای مادری میشه. و این سوره ششم، امه ها، بل عموم امه ها و امه های والدین، یعنی برابر است که امه سکه باشه یا نسکه، و امه های والدین، یعنی تو فکر که امه پدر یا امه مادر باشه، و امه های والدین پدر و مادر، یعنی تو فکر کنی که امه های چیست؟ پدر کلان، مادر کلان باشه. این بود صنف چندم؟ صنف ششم. صنف هفتم، دختران کاکاها و دختران پسرانشان. خود کاکا خود از جمله عصبات می آید، دختران از الهاد از الارحام می آید، و همچنان پسران کاکا در چی می باید؟ در عصبات می باید. دختران پسرانشان در چی می باید؟ در الارحام می باید. ماماها و خاله ها بلوموم، ماماها و خاله ها بلوموم. پدر کلان های ساقط از میراث پدری باشن یا مادری، پدر کلانی که از میراث ساقط باشه، یعنی حق نداشته باشه، بود از دولارهم میبه. مادر کلان های ساقط، مادر کلان های ساقط از میراث پدری باشن یا مادری. یازدهم، هم که با واسطه ذکر شدگان با متوفا میپیوندن. یعنی تو فکر کنی که وقتی که دانستی که مادر کلان ساقط، اگر این مادر کلان ساقط نباشه، مادر مادر از وان باشه، وان میشه که وان در این جمله میاید. یا ای که مادر کلان ساقط است، خودش نه، اگر اولاد از اون بوده باشه، وان در این جمله میاید. کیفیت توزیع میراث ذوالارحام. حالا خود ما دانستیم که مذهب راجع همی بوده که مال اگر به اصطلاح در مسئله کسی نبود که مالتان صاحب شده و ذوالارحام باش از متوفا، یعنی ورثه دیگه نباشه، صاحب فرض و صاحب عصبات نباشه، فهمیده شد؟ ذوالارحام باشه. باز فهمیدیم که در این مسئله اختلاف است، علما رأی راجع نمیست که برای ذوالارحام میراث داده میشه. حالا سوال ایست که برای ذوالارحام که میراث داده میشه و این میراث ذوالارحام با چه شکل توزیع میگرده؟ علما در کیفیت توزیع میراث آنها دو رأی مشهور دارند. مذهب امام ابو حنیفه و امام احمد رحمهم الله در یک روایت این است که آنها مانند عصبات ترتیب داده می شوند. مانند چیز؟ عصبات ترتیب داده می شوند. هرگاه کسی از صنف اول موجود باشد، صنف دوم میراث نمی برد. سپس ترجیح به اساس درجه قرابت و در قدم سوم به اساس قوت قرابت در نظر گرفته می شوند. یعنی شما ببینید اینجا صنف ها را ما شما خوندیم.
وقتی اسم باشه اسم میراث نمیبره، اسم باشه میراث نمیبره، اسم باشه اسم میراث نمیبره. خب حالا سوالش که اگر هم از این اسم باشن، از اسم که مثلا ورثه مختلف است، میگه که هر وقت کسی از صنف اول موجود باشن صنف دوم، صنف ترجیح به اساس درجه قرابت، یعنی صنف که باشن باز میبینیم که کدام یکیش با متوفا نزدیک است. کسی که نزدیک است میراث میبره و کسی که دور است میراث نمیبره. با چه معنا؟ شما تو فکر کنین که دختر دختر است، فهمیده شد؟ و پسری دختر پسر است، فهمیده شد؟ فکر کنید که دختر دختر است و پسر دختر پسر باشه، کدامش باید متوفا نزدیک است؟ شک نیست که دختر دختر نزدیک است با متوفا نسبت به چی؟ نسبت به پسر دختر پسر. گفتم که صفت ترجیح به اساس درجه قرابت. در قدم سوم به اساس قوت قرابت در نظر گرفته میشه. یعنی مثلا اینطور فکر کنند که در از دویلرحام کسی ورثه داره، از دویلرحام هستن، بس اولاد خواهر سکام است، اولاد خواهر ناسکام است، قوی کدامش است؟ شک نیست که اولاد خواهر چی است؟ سکه است. سپس در قدم سوم به اساس قوت قرابت در تفسیر میخوانیم. حالا یک توضیح همینطور مجمل براتون یا به اصطلاح سطحی براتون همینطور پیشکش کردم. قوت قرابت را گفتم بفهمید. اگر و اگر هم از یک سن و در درجه و قوت قرابت برابر بوده و از یک جنس باشند، مال بینشون برابر تقسیم میگرده. اینطور فکر کنیم که هم از یک صنف هستند و در درجه و قوت قرابت هم برابر هستند، فهمیده شد؟ از یک صنف و از یک جنس هم باشند که تو مذکر و مؤنث هم تو نباشه، وقتی مال بینشان برابر تقسیم میگردند. و اگر دو جنس باشند، یعنی بعضش مذکر بده، برای مذکر دو چند مؤنث داده میشه، چون که تفصیلش میآید، تفسیر دی باز می آید. دو مذهب امام احمد رحمه الله این است که هر فرد ذوی الارحام آمدیم با مذهب دوم این بخشی آزان بوده کمک وقت فرقم کنیم. مذهب دوم مذهب امام احمد رحمه الله این است که هر فرد ذوی الارحام با منزلت وارث پیوند دهنده آن قرار داده می شود و میراث وارث به وی داده می شود. مثلا اولاد دختر میراث دختر و کاکای مادری میراث پدر و ماما میراث مادر را تصاحب می نمایند. این مذهب چه؟ مذهب امام صاحب احمد بن حنبل است. ما این مذهب و قدر تفصیل ندادیم، چون در کشور ما مذهب رائج مذهب امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه است. بازمی یک اقسام یا تفصیل زیادتر با مذهب امام صاحب ابو حنیفه و به اصطلاح پیش بردیم یا بیان کردیم. و در حالت برابری منزلت مذکر و مؤنث یک سن میراث برده و در حالت اختلاف میراث پیوند دهنده اعتبار داده می شود. در حالت برابری منزلت مذکر و مؤنث یک سن میراث برده و در حالت اختلاف میراث پیوند دهنده اعتبار داده می شود و در حالت اتحاد جهت اختلاف جد اینجا تن جهت
خیش نزدیکتر دورتر را ساقط می کند و در حالت اختلاف جهت نزدیکی معتبر نمی باشد. تفسیر المطالب در کتاب های مذهب حنابله مراجع شود. یعنی گفتیم که در حالت برابری منزلت، وقتی که منزلتشان برابر بیره باشند، مذکر و مؤنث یکسان میراث میبرند. اگر منزلتشان مختلف بود، اختلاف میراث پیوند دهنده اعتبار داده میشود. فهمیده شد؟ اختلاف میراث چیست؟ پیوند دهنده اعتبار داده میشود. این در حالت چیست؟ اختلاف در حالت برابری منزلت یا اختلاف منزلت. و در حالت اتحاد جهت، اگر جهتشان متحد باشد، خیش نزدیکتر دورتر را ساقط میکند. و در حالت اختلاف جهت نزدیکی معتبر نمی باشد. تفسیر این مطالب در کتاب های مذهب حنابله مراجع شود. خیر یک قدر مثال چی نیست، مهم نیست. خب چی هست؟ مذهب حنبلی هایی بود گفتیم که مثلا کسی مرده و ماند از او دختری دختر مانده و ماند از او پسر دختر. ببینیم که اعلان برای دینا چی میکنیم؟ و ماند از او تو فکر کنید که ماما مانده. برای ماما چی میکنیم؟ میراث مادر میتیم. مادر چند میبره امرای اولاد؟ یکی بر شش. برای از اینا چی قدر میتیم؟ میراث به اصطلاح دختره میتیم. میراث چرا میتیم؟ میراث دختره میتیم برای بچه و دختر دختر. بچه دختر و دختر دختر. میراث چرا میتیم؟ میراث دختره میتیم. وقتی که برای دینا میراث دختره میتیم، دختر این زخا چی قدر میبره؟ یکی بر دو میبره و مادر یکی بر شش میبره. خیر همی مال با این از اینا چی میشه؟ با تقسیم میشه سه و چار، یعنی بسیار چار تقسیم. حالا ایست که اینجا یک بچه است یک دختر است، منزلت از اینا برابر است، مذکر و مؤنث یک سن میراث میبرند. مذکر و مؤنث چی میکنن؟ یک سن میراث میبرند. اگر تو فکر کنید که یکی دختری دختر باشه، دیگری دختری دختری پسر باشه، یکی چی است؟ دختری دختر، دیگری دختری دختری پسر است. اینجا خوب میراث پیوند دهنده. حالا برای دختر چقدر؟ نصف. برای دختر پسر چقدر؟ سوس داده میشه. اصلا میراث اینا نقل داده میشه. برای چی؟ برای ورثش. ولو که فکر کنیم حالا خود چی هست؟ حالا خود چی نیست؟ حالا خود منزلتشون مختلف هم هست. شما ببینید که یکی از این باید صاحب سوس میبره، یکی از این نصف هم میبره. چرا که این اختلاف میراث پیوند دهنده اعتبار داده شد. اگر در حالت اتحاد جهت خیش نزدیکتر دورتر را ساقط میکند. اتحاد جهت چی معنا؟ دختر دختر است، دختر 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 است. خواهی شک نیست که دختر دختر میبره، دختر 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 میفته ساقط میشه. بخش چنان میراث صنف اول ذوالارحام. آمدیم در صنف اول رسیدیم. صنف اول یعنی اولاد دختران و اولاد دختران پسر. مستحقترین ایشان نزدیکترین آنها با متوفا می باشد. یک، هر کسی که نزدیک است او مستحقتر است. کسی که دورتر است مستحق‌تر نیست. اگر در درجه برابر باشند،
فرزند وارث بر فرزند ذوالارحام ترجیح داده می شود. اگر در درجه برابر باشند فرزند وارث بر فرزند چیز ذوالارحام ترجیح داده می شود. یعنی چی معنی؟ خب بیشتر خود انشاءالله وارد از مستقترین ایشان را دکترین آنها با متوفا می باشد. یعنی تو فکر کنین که ما خود اولاد دختر هستیم، مثلا دختر دختر است و پسر دختر دختر است، طبعا دختر دختر میراث میبره، پسر دختر دختر نمیبره، خلاص این خود آسان است. اگر تو فکر کنین که در درجه برابر باشن، این تو فکر کنین که دختر 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 است، فهمیده شد؟ یک دختر 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 و دیگه ایشیست که دختر دختر پسر، هر دوی در درجه برابر است. لیکن اینجا چی است؟ یک یردی فرزند وارث است، دیگه فرزند ذوالارحام است. دختر 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 فرزند ذوالارحام است، دختر دختر پسر فرزند وارث است. چرا که دختر پسر ایده ذوالفروز است، لیکن دختر دختر ذوالارحام است. بنابراین دختر دختر پسر چی میشه؟ ترجیح داده میشه سه. و اگر از هر نگاه مساوی باشند، علمای احناف در کیفیت توضیح دو رای دارن. هزار نگاه تو فکر کنید که برابر. امام ابو یوسف و حسن ابن زیاد اشخاص فروع را اعتبار داده و طریقه را بر آنها تقسیم می نماید و به صفت اصول التفات نمی کند. امام محمد صفت اصول را در صورتی که مختلف باشد اعتبار داده و طریقه را به آن اساس تقسیم نموده و به فروع ایشان تسلیم میکند، چنان که در مثال زیر دیده میشود. ببینیم دختر پسر دختر، پسر دختر دختر، اینها چه هستند؟ اینها به چه برابر هستند؟ اول ببینیم که نزدیکی و دوری ندارن، هر دوش برابر است، فهمیده شد؟ نزدیکی و دوری ندارن. ایتونیست که ایش فرزند وارث باشه و اینش فرزند ذوالارحام، اینش هم فرزند ذوالارحام است، اینش هم فرزند ذوالارحام، در دو هم چه شد؟ دسته خواهدر نیما برابر است. حالا امام سبب یوسف چی میکنن؟ دیگه این دختر است، این پسر است، دو سهم بریدی میتونم یک سهم بریدی از سه تقسیم میکنم، خلاص یک دو. امام سن محمد نه، امام سن محمد چی میکنه؟ اصول اعتبار میده، اصول. اینجا در اصول اختلاف نیست، اینجا در اصول که هست این پسر است، این دختر است، این پسر است، این دختر است، در میجه شروع میکنه. دو سهم برای ازی، یک سهم برای ازی، از سه تقسیم شد، دو سهم برای زید، از یک سهم برای زید، از این به دختر انتقال یافت، از این به چه شد؟ به پسر انتقال یافت. بخاطری که ویدیو طولانی نشه با همین قدر اکتفا میکنم. انشاءالله که با مسئله دیگر باز در درس بعدی انشاءالله برایتون چی میکنم وضاحت میدیم. السلام علیکم و رحمت.